درود و وقت شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آرین هستم. وزارت دفاع از کشته شدن 35 طالب مسلح و زخم برداشتن 22 تن دیگر این گروه در حملات هوایی در ولسوالی بالامرغاب خبر میدهد. زمرای فیزی رئیس ارکان قول اردوی 207 ظفر میگوید که این عملیات ها تا نابودی کامل حراس افغانان در این ولسوالی ادامه مییابد. ولسوالی بالامرغاب از جمله مناطق در بادغیس است که بارها هدف مخالفان مسلح قرار گرفته است و از روز چهارشنبه به این سو نبرد و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در این ولسوالی به شدت جریان دارد. با این حال وزارت دفاع ملی میگوید که در نتیجه حملات هوایی قوای افغان و نیروهای ائتلاف در ولسوالی بالامرغاب تلفات زیاد به مخالفان مسلح دولت وارد شده است. تیره شپه د افغان امنیتی ځواکونو په عملیات کې او همچنان د هوایی ځواکونو په نتیجه په عملیاتو کې 50 تنه د دشمن مړه او زخمیان دي. اما یک عضو پیشین مجلس نمایندگان بادغیس هشدار میدهد که حکومت باید هر چه زودتر برای پاکسازی این ولسوالی دست به کار شود. اگر حکومت توجهی د بالامرغاب نکنه، بالامرغاب نگیره، هم بادغیس سقوط میکنه، هم قور سقوط میکنه، هم فاریاب سقوط میکنه. همزمان با گسترش جنگ در ولسوالی بالامرغاب، درگیری ها در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس نیز افزایش یافته است. فعالان مدنی به این باورند که نبرد میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان به خاطر دستیابی به مناطق راهبردی زندگی را برای باشندگان این ولسوالی ها دشوار کرده است. خوراکی تو که نستال تا چه گزاره پو که خلق مجر سوی دی دیر زفل سوی دی نن ما سر چو تنو قومی مشران خبر وکده حتی دا وضعیت دیر دا اندشنه وار شوی. بالامرغاب از ولسوالی های راهبردی افغانستان است. این ولسوالی ولایت های شمالی و غربی افغانستان را وصل کرده و مسیر اصلی شمال به ولایت های غربی و جنوبی افغانستان است. بیش از این هم ولسوالی بالامرغاب بادغیس که با کشور همسایه ترکمنستان مرز مشترک دارد شاهد نبردها و درگیری های شدید بوده است. مسئولان فرقی 20 پامیر از آزادسازی ده روستا در ولسوالی قلعه زال در عملیات سه روزه موسوم به شاهین 700 خبر میدهند. و گفته مقام ها این عملیات با تشریک نیروهای ارتش به هدف تامین امنیت بزرگراه شیرخان بندر راه اندازی شده بود. به ادامه عملیات های کوتاه مدت و هدفمند نیروهای دولتی در ولایت قندز، مسئولان ارتش مستقر در این ولایت از پایان عملیات شاهین 700 در بخش های ولسوالی قلعه‌زال که در نزدیکی بندر شیرخان موقع دارد خبر میدهند. به گفته رئیس ارکان فرقه ارتش در قندز، هدف از راه اندازی این عملیات تامین امنیت بندر و بزرگراه بندر شیرخان است و در نتیجه آن ده روستا به شمول جمسکول، گذر قزاق و قندهاری ها از اداره طالبان آزاد شده است. زون شمال شرق اطمینان میتونم که نیروهای امنیتی تمام فرزندای مردم افغانستان و آماده خدمت و مردم شریف و نجیب زون شمال شرق و خصوص ولایت قندوز میباشد. اما اعضای شورای ولایتی با نگرانی از وضع امنیتی عملیات های مقطعی را موثر نمیدانند و خواهان افزایش عملیات های گسترده و دوامدار هستند. نمیتونن که حداقل مدیریت و سوق اداره درست را در اینجا به حساب داشته باشند که حد جلوگیری از همچو تلفات سنگینی که بر پیکر نیروهای امنیتی موارد میشه اینا جلوگیری بکنند. سربازان میگویند در عملیات ولسوالی قلعه‌زال و طالبان تلفات سنگین وارد کردند و آماده هر گونه قربانی برای آسایش مردم نیز هستند. شما در جریان هستید در ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز یک عملیاتی که ما اجرا کردیم. در این عملیات ده ها قریه از وجود رئیس افغانان پاکسازی گردیده و با دشمن ضربات سنگین وارد شده است. به گفته رئیس ارکان فرقه 20 ارتش در این عملیات نیز به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده، به زودی دامنه عملیات هایشان را به ولایت های دیگری حوزه شمال شرق میکشانند. فرمانده پلیس بغلان به زیردستانش دستور داده که بر ضد افراد مسلح غیر مسئول و گروه های حراس افغان در حالت تهاجمی قرار گیرند. او تاکید دارد که از این پس پلیس بغلان رحمی در برابر آنان که تهدید جدی در برابر امنیت عامه به حساب می روند ندارند و با ضربات مرگبار سرکوب و نابود خواهند شد. زاکر نوری.
فرمانده پلیس بغلان هنگام بازدید از پاسگاه‌های تازه ایجاد شده در مسیر بزرگراه‌های بغلان سمنگان به تمام زیردستانش دستور داده است که از حالت دفاعی بیرون شوند و با ضربات مرگبار گروه‌های مسلح غیر مسئول، دهشت افغان و آنان که در جاده‌ها دزدی، راگیری و اختطاف می‌کنند را سرکوب و نابود نمایند. ټول پرسونل ته زما هدایت او امر ده هر هغه څوک چې د ولس خلاف او د دې وطن خلاف کار کوي څنګه چې هغوی ولس مقابله کې رحم نه لري موږ هغوی مقابله کې هیڅ نه و رحم نه لرو. آقای فدایی میگوید نظامیان که در تامین امنیت بغلان کوتاهی کنند و یا به حاضری و انجام وظیفه پابند نباشند به دادستانی معرفی خواهند شد. کماندان شاه جدن هدایت دادم امر کردیم برش که امی پوساکی نو ایجاد شده ده کلی پوسا پرسونلش موجود باشه او تورنی که کدام سستگی بیا هر امو منصبدار ما که ده وظیفه خود غفله کد او را به سرانوالی معرفی میکنی. او برای مسافران بزرگراه بغلان سمنگان اطمینان میدهد که با ایجاد چندین پاسگاه مشترک پلیس و ارتش ملی امنیت این بزرگراه بهبود یافته است. انشاءالله زده ټول بغلان شریف ولسته حق خلق چې دغه لار باندې عبور او مرور کوي ټول ته اطمینان ورکوم ستاسو دغه زړور بچیان ستاسو ورونه ستاسو په خدمت کې دي. انشاءالله دشمن ته د دې اجازه نه ورکوو چې نور دغه سی بوزیلانه عملونه ترسره کړي دي شاره کې. نظامیان بغلان گفتند طالبان مسلح این ولایت اصلا توان جنگ رویاروی را با آنان ندارند ولی با انجام حملات ماین‌گذاری و تحرکات در بزرگراه‌ها اذهان عامه را مغشوش و باعث نگرانی مردم می‌شوند. رییس کانال ننگرهار می‌گوید در یک دهه گذشته 2000 جریب زمین کانال غصب شده است و می‌گوید تعداد کسانی که در غصب این زمین‌ها دست دارند به دادستانی کل معرفی شدند. کانال ننگرهار هزاران هکتار زمین زراعتی دارد که فایده و نفع آن به غاصب زمین میرسد. رئیس کانال میگوید تنها در یک دهه گذشته 2000 جریب زمین کانال از سوی زورمندان غصب شده است. آقا ارقام چی ما تا فعل حال پاسناد و کلیدلی تقریبا 2000 جریب زمکو پشوخا که مونگ زمکی غصب شوید. وای میگوید چند پیش چهار کارمند مهم این ریاست را به اتهام بی‌توجهی به لوی سارنوالی معرفی نموده است. وای از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا عدالت را عملی نموده و تا عبرت برای دیگران شود. غفلت دی وظیفوی یا غیر قانونی کرنه دا پا عدلی و قضایی ارگانون و اغو پوری اره لری اغوی پا پدی اره پخبل سرنه و اغا تا دوام ورکوی او کچیر تا دوی با واقعیت سره اوس چون د مزنون و متهم حالت دی. والی ننگرهار میگوید در صورتی که لست غاصبین زمین را مسئولین کانال بسپارند نهادهای امنیتی مکلف هستند غاصبین را دستگیر کنند. والی میگوید رئیس جمهور حکم کرده است تا زمین های غصب شده کانال را دوباره این اداره بسپارد. د جلال ماب جمهور رئیس امرم ده هدایتم ده او د ولایت هم اراده او نیت امداده چې مخکې ما هم د کانال رئیس ته وویلی چې په هر ځای کې څو غصب کوي یا فرضاً پخوانی کوم غصب چې شوی دی هغه ټول مراحل باید تی شي او موږ د دې کلک ملاتړ کوو چې هر رقم حمایت ته د کانال ریاست ضرورت لري موږ یې تر شا ولاړ یو. قابل یادآوری است که یک سال قبل شبکه جهانی رادیو تلویزیون آریانا در تحقیق که در مورد زمین های کانال انجام داده بود نشان می داد که تقریبا 6000 جریب زمین کانال از سوی زورمندان و نهادهای دولتی غصب شده است. شورای ولایتی فعالان مدنی و باشنده های فراه از برگزاری لوی جرگه مشورتی در مورد صلح حمایت می کنند در حالی که روند گزینش افراد از فراه جهت اشتراک در لوی جرگه مشورتی کشور جریان دارد فعالان مدنی فراه خواهان گزینش افراد شایسته و ملی از بین تمام اقوام برای اشتراک در نشست بزرگ هستند. از سوی هم باشنده های فراه امیدوارند که نشست بزرگ بتواند راه را برای صلح در کشور باز کند. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال میگویند از شروع سال 2019 تا کنون 6 غیر نظامی در شمال در منازعات مختلف جان باخته و 35 تن دیگر به شمول زنان و کودکان در رویدادهای مختلف
زخمی شدند. این مسئولان نگرانند که با گرم شدن هوا احتمال افزایش منازعات و وارد شدن آسیب بیشتر بر افراد ملکی وجود دارد. تلفات غیر نظامیان با افزایش ناامنی در سطح شمال طی 3 ماه نخست سال 2019 میلادی به بیش از 40 کشته و زخمی رسیده که ثبت کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال است. به گفته سید محمد سامی مسئول کمیسیون حقوق بشر در شمال، 35 تن در این مدت در منازعات و درگیری های مختلف زخمی شدند که کودکان و زنان نیز شامل آن است. او میگوید طرف های درگیر جنگ همواره قوانین بشر دوستانه بین المللی را که بر آسیب نرساندن به غیر نظامیان تاکید دارد زیر پا می کنند. در جریان سال 2019 هم متاسفانه ما یک آغاز خوب در ولایت شمالی افغانستان نداشتیم. در جریان سال 2019 که یک مدت کم گذشته ما 6 نفر افراد ملکی را در ولایات متاسفانه جانهایشان از دست دادن و 35 نفر افراد ما زخمی داریم. این در مجموع شامل زنها و اطفال و مردها هست. آقای سامی از افزایش ناامنی در مسیر شاراهای شمال و بلوسفالی‌های بلخ نگرانی کرده میگوید با گرم شدن هوا احتمال بیشتر شدن منازعات و وارد شدن آسیب بیشتر بر افراد ملکی وجود دارد. در جریان سال ما شاهد ناامنی های بیشتر در اطراف ولایت بلخ از جمله در ولسوالی چمتال، چاربولک، بلخ و بعضا در کوی البرز و در بعضی ولسوالی های دیگر شاهد ناامنی های بیشتر بودیم. اینا همه نگرانی هایی است که در جریان سال 2019 برای سر راه مردم قرار دارد و مردم از این ناحیه نگران هستند که با گرم شدن هوا نشود که وضعیت امنیتی بیشتر از این خراب شد. این در حال است که چندی قبل گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان تا یک گزارش از افزایش 3 برابری تلفات افراد ملکی در ماه مارس در افغانستان خبر داده و نگرانیشان را از این بابت ابراز کردند. ریاست صحت عامه بلخ در برنامه گرامی داشت از روز جهانی بهداشت کمبود کارمندان و نبود ساختمان معیاری مراکز صحی را از مشکلات عمده در زمینه عرضه خدمات صحی عنوان می کنند. میرویس روی رئیس صحت عامه بلخ می گوید که در سطح این ولایت 142 مرکز صحی فعال است که 90% این مراکز در روستاها موقعیت دارند. روز جهانی بهداشت اینجا در شهر مزار از سوی ریاست صحت عامه بلخ تجلیل می شود. این در حال است که هنوز هم در برخی روستاهای بلخ بیماران ناگزیرن 1 ساعت و 30 دقیقه راه بپیمایند تا به یک از مراکز درمانی برسند. مسئولان در ریاست صحت عامه بلخ با پذیرفتن این مشکل همچنان از کمبود کارمندان صحی و نبود ساختمان‌های معیاری مراکز درمانی ابراز نگرانی میکنند. هنوز مشکلاتی داریم، هنوز در یک تعداد از مراکز صحی ما ساختمان معیاری نیست، ولی برنامه ریزی دقیق صورت گرفته. در سال 98 تمام مراکز صحی ما صاحب ساختمان معیاری میشن. افزون بر این ناامنی موضوع دیگر است که ارائه خدمات بهداشتی در مناطق دوردست را دشوار کرده. برخی کارمندان صحی میگویند در صورت تامین امنیت حاضرند در دورترین نقاط بلخ فعالیت کنند. حاضر هستیم تا دورترین نقاطی که ناامنی هم باشه به خاطر که بخوایم ما به مردم خود خدمات ارائه کنیم، حاضر هستیم که بریم اونجا کار کنیم تا مصدر خدمت به جامعه خود شویم. ما به حیث یک قابله حاضر هستیم که در ساحاتی که امن باشه و چی امن نباشه از دولت خواهش مینمی است که اونا رو برای ما مساعد کنه تا ما بتونیم به دورترین مناطقی که دسترسی به صحت نداره ما به حیث یک کارمند صحی بریم ما خدمات برای اونا ارائه کنیم. مسئولان صحت عامه بلخ میگویند در این ولایت 142 مرکز صحی فعال است که 90% این مراکز در روستاهای ولایت بلخ موقعیت دارد. اما هنوز هم سالانه هزاران بیمار به دلیل نارضایتی از کیفیت خدمات بهداشتی دست از درمان در داخل کشور کشیده و جهت درمان به کشورهای بیرونی سفر می کنند. مسئولان امور باغداری در ریاست زراعت سمنگان میگویند که سالانه بیش از 2000 جریب زمین از سوی وزارت زراعت و بیش از 10000 جریب زمین دیگر توسط مردم به باغهای میوه
مبدل می شوند. اما آنان کمبود آب زراعتی و نبود سردخانه معیاری را از مشکلات جدی سد راه باغداری در سمنگان عنوان می کنند. نزدیک به 9000 هکتار زمین در ولایت سمنگان به باغ‌های میوه اختصاص دارد. اقلام عمده صادراتی این ولایت نیز بادام و انگور است. مسئولان امور باغداری ریاست زراعت سمنگان میگویند تنها 4885 هکتار زمین این ولایت به باغ‌های بادام اختصاص دارد که سالانه از آن 4152 تن بادام حاصل برداری می شود. به خاطر از اینکه چون از یک طرف درخت ها سالانه که عمر از آن سپری می شود، درخت ها با زیادی سن مواجه می شود و اون مجبور است به خاطر باغداری پایدار سالانه یک ساحت بسیار وسیع در سطح ولایت سمنگان تجدید بکنیم و نو احداث شود. مساحت باغ‌های انگور سمنگان نیز به 1377 هکتار می‌رسد که در سال 97 باغداران از آن 21500 تن انگور به بازار عرضه نموده و 580 میلیون و 500 هزار افغانی آید به دست آوردند. وجهاتی مثل انگور که از جمله اقلام صادراتی مهم محسوب می‌شود و اکثرا به پاکستان و هندوستان و حتی تا دبی هم صادر شده، در فصلی که میوه‌جات انگور میرسه متاسفانه میوه‌جات از سایر ولایت هم میرسه و این باعث رکود قیمت حاصل انگور میشه. و گفته مسئولان زراعتی سمنگان 2618 هکتار زمین این ولایت به باغ‌های سیب، زردالو، چهارمغز و آلوی گیلاس اختصاص دارد و برخی انواع میوه‌های خشک و تازه این ولایت به کشورهای پاکستان، هند و امارات متحده عربی صادر می‌شود. با مناسبت گرامیداشت از 296 امین سال روز میلاد مخدوم قلی، شاعر ترکمن زبان، برنامه با سرودن شعر، خوانش مقاله و اجرای موسیقی محلی در جوزجان برگزار شد. بیشتر از این در گزارش. اینجا در شهر شبرغان فرهنگیان گرد هم آمدند تا سال روز میلاد شاعر برجسته ترکمن زبان مخدوم قلی فراغی را تجلیل کنند. شمار از این فرهنگیان میگویند در 18 سال گذشته حکومت جهت رشد مسائل فرهنگی در ولایت جوزجان کار انجام نداده. در ولایت جوزجان هم فعالیت های فرهنگی در 18 سال نسبت به گذشته خوب است، منتها بعض مشکلات داریم، امکانات نیست، حمایت ها نیست، از نظر شاعران، نویسنده و فرهنگی ها در اینجا قدر نمیشه، تقدیر نمیشن. در همین حال عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان با تایید مشکلات فرهنگیان و عدم موجودیت امکانات مالی میگوید میکوشند تا به گونه مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگیان را پشتیبانی نماید. متاسف که اونقدر امکانات قوی اقتصادی و مالی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان در اختیار نداره که تا اشعار و آثار دوستا و فرهنگی ها و قلم بدست های عزیز ما را چاپ بکنند. سرودن شعر، خوانش مقاله و اجرای موسیقی محلی بخشی از برنامه های مراسم گرامی داشت از 296 مین سال روز تولد مخدوم قلی فراغی در شهر شبرغان بود. تا درود دیگر، بدرود.